این که چپتری که الان شروع میکنیم فصل بیستم یک ذره بیشتر کامپلیکیتد میشه. اگه یادتون باشه در مورد خسی دود، کسی که آدم پرهیزکاری خاصیت هست، یاد گرفتیم که البته رمخان نوشت که چند قسمت داره. قسمت اول اینه که کسی که خاصیت هست اولا در انجام میتوه ها، به این معنی که میتوه رو که انجام میده فقط به خاطر انجام وظیفه نیست. خیلی مثال های زیاد میره، مثل یک فرزندی که میدونین وقتی میخواد خدمت به پدر یا مادر بکنه، اولا پدر مادر مجبور نیستن همیشه همه چیزو بهش بگن که انجام بده. حتی اگر یک بار هم رمز بده دیگه میدونه خواست پدر مادر چی هست، دیگه خودش از جانب خود میره این رو انجام میده، چون هدفش اینه که راضی بکنه پدر مادر رو. کسی هم که خواستید هست میسوار انجام نمیده چون چیزی گیرش میاد یا نمیخواد تنبیه بشه، بلکه میخواد خواست خدا رو انجام بده. دواز در مورد انجام دادن خود میتوار ون اضافه کرد که روشی که میتوار انجام میدن با عشق و ترسه، باید واقعا دوست داره، عاشق خود، همیشه در راجب خداوند فکر میکنه، میخواد انجام بده. نمبر 3 گفت هر چیزی هم که انجام میده فقط به خاطر راضی کردن هشم هست. همین بعضی وقت هست سو البته اضافه هم کرد خواستید بودن کسیه که حتی چیز که در حلاخه ازش اجبار نمیخواد انجام بده، حالا خود از این سه که باید این کارو بکنه ولی با جون و دل انجام میده. خیلی از مثال هایی که آوردیم، این کسی میخواد برای مثال میسا اتروگ رو انجام بده، میتونه اتروگ 50 دلاری هم بخره یا 25 دلاری، بعد اینکه خیلی ها که میخوان بهترین رو انجام بدن میرن چک میکنن بهترینش رو میخرن، با اینکه امکان داره صدها دلار یا sometimes you know in the thousands کاستش باشه. یا برای مثال بخوان به همه مهربونی بکنن، جای تو رو نمیگه، go out of your way که به همه میدونین از ذره حلاخه بری لبخند بزنی و دلداریشون بدی. ولی یکی از نکتای خاصی بودنه که واقعا برای مردم اهمیت رو قائل هست. many times ما میخوایم کاری رو بکنیم که شوخانه رو حتی اجبار نمیکنه برامون، ولی به جای که خسیدود باشه، پرهیزکاری باشه، یه نفر دیگه هم ناراحت میکنی، یه چیز بد ازش میاد. سنجا که میدونین اندازه‌گیریش خیلی مشکل میشه، انجام بدیم یا انجام ندیم. امید هاشم چند تا اگزمپل رو براش میاره، هوپفولی به یکی از اگزمپل ها میرسیم که خیلی وقت هست اگر چیزی رو حلاخه ازمون نمیخواد، right؟ سو موقع بهتره که یک نفر اون نکته خسیدوت رو انجام نده که بخواد پرهیزکار باشه، مبادا گناهی به وجود بیاد. البته قبل از اینکه جلوتر بریم، one of the famous examples که اینو رو میاره، میبینید در مورد یعقوب آوینو، میگن 4 تا زن گرفت، correct؟ بعد یعقوب وقتی که میاد لاوان، بخشید میاد عصاب رو ببینه، میگه این لاوان گرتی، میگه من با لاوان زندگی کردم، کلمه گرتی خیلی عجیبه، یعنی به عنوان استرینجر زندگی کردم باهاش. راشی مدراش رو میره میگه گرتی رو برعکس بکنین میشه تریگ، میگه من با اینکه با لاوان بودم ولی گرتی 613 تا میتوه رو نگر داشتم، right؟ سوال واضحه که میاد چطوری تورا رو نگر داشته؟ در تورا میگه با دوتا خواهر ازدواج نکن، این دوتا خواهر رو گرفت پس تورا رو نگر نداشت. چی میگه من تورا رو نگر داشتم؟ ثابت قبل کنی رمبن اون که من خوندم میگفته بود تورا دوتا خواهر رو نگر داشت، ولی میگفت که با هم دیگه، یعنی ستایی نشید، یعنی با هم دیگه، یعنی این خواهر که با هستی به اون خواهر اینو روش رو باز نکن، نشون نده این دوتا خواهر رو به هم دیگه. ایدونوی از نظر حلاخه اگه فرض کنی حتی نفر یه دختری رو میگیره طلاقش میده، تا وقتی که زنده است خواهرش هم نمیتونه بگیره، because it causes jealousy. So I don't know. این معنی، این واقعا جزئیات حلاخه، چون در تورا میگه به خیه ها، تا وقتی که زنده است نمیتونه، حتی اگرم دوتاشون همزمان زن من نیستن، یکیشون رو طلاق دادم، ولی چون جلسی میره همچ مرسه که دوتاشون رو به هم دیگه بگیره. بعدن اضافه کردن نه این میتوای تورا است، به خیه ها میگه، به خیه ها در زندگی اون دختر clearly. سو چطور یکو میاد میگه من تورا نگر داشتم وقتی خودش بر ضد تورا رفته؟ سو ببینید خیلی جواب رمبن میاد توضیح میده، میگه فقط تو ارز اسرائیل نگر میداشت، اونجا بیرون از اسرائیل بود دوستانی، there's many answers. ولی جوابی که ربه میاره میگه ببینید اون زمان که یعقوب تورا نگر میداشت مجبور که نبود، he didn't have to، چون هنوز تورا داده نشده بود، فقط بعد هفتا میسوه که فرزندان نوح نگر میداشتن اینا هم بعد نگر میداشتن، به اضافه میسوه میلا که به ابراهام مستقیما داده شده بود، بقیه ملت ها میلا رو نداشتن. سو یعقوب آوینو فقط 8 تا میتوه رو باید نگر میداشت، بقیهش مثل یک آدم خاصیدی بود، اینو بیاند وظیفه نداره انجام بده ولی انجام میداد. سو اگر فرض کنید لعا رو گرفت، اون موقع راخل رو نمیگرفت، راخل به قسمت کی میفتاد؟ به دست عصاب میفتاد، obviously.
میگه من چطور میتونم خودم رو زیادی مذهبی بکنم اگر این دختر بیچاره گیر حساب میفته. ریدی میگم اینا با که اوکی بذار چهار تا زن بگیریم، چون که ربه توضیح میده آدمیزاد نمیتونه بگه اوکی من میخوام سخیر باشم، میخوام خاصیت باشم، آرون کر چه ضرری به دیگری میاد. چیز که هلاخا میگه نگردار باید نگرداری، ولی چیز که هلاخا نیست لبابی چرا بگه میداری که از گفتاش میگه من نمیتونم بگم من مذهبی هستم باعث ضرر دیگری بشه. Very interesting point. سو میداشیم این الان یاد میگیریم، میگیم به میشکل خاصیت بود، میگه زمانی که باید دقت بکنیم اندازه‌گیری بکنیم چه موقعی خاصیت باشه نفر بیشتر از چیزی که علاقه میخواد چه موقعی انجام نده. سو اگین آی هوپ که بتونیم مقدار زیادیش یاد بگیریم، بیشتر از 12 دقیقه وقت نیست. میگه مشهد تاریخ صفحه 143 هستیم، میگه مشهد تاریخ لوائر اتا، چیزی که الان باید توضیح بدیم هو میشکل خاصیت تازه، چطور اندازه‌گیری بکنیم که آدمیزاد چه موقعی پرهیزکاری رو انجام بده چه موقع انجام نده. و این یان ایکری معود معود، میگه این خیلی نکته مهمی است. و تدا به همه چیزوی هملاخ اکاششه به خسیدوت، میگه این یکی از سخترین نکته های میدونیم پرهیزکار بودنی هست. چرا که دکوتو رو میگه خیلی گونگه چنین چیزی بیش لیتر بدا بر از کنیسا گدولت، چون میدونیم اولا در هلاخا نمیگه این کار انجام بده یا نه، اگر میخوای سختگیر تر باشی انجام بده. سو زمانی که چیزی واضح نیست غریزه بد آدم آدم رو گول میزنه، میفته این وسط گولش میزنه. اگه یادتون باشه قبلا در قسمت نکیوت پاکیزگی که یاد گرفتیم میگه چیزایی که در حلقه آسور کرده آدم انجام نمیده، میترسه. خیلی چیزا هست it's a gray area، یعنی gray هست، نمیدونیم آسور و آسور نیست. سو آدمیزادی که هنوز از مادیت دنیا میخواد لذت ببره obviously چون واضح نیست خودشو گول میزنه، میگه کجا گفته این آسوره، میتونم برم دنبالش. سو زمانی که یک چیزی واضح نیست غریزه بد راحت تر آدم رو گول میزنه، میگه کی میگه آسوره. سو زمانی که میرسه به خسی دور میبینی پرهیزکار بودن که اصلا از نظر حلاخا مجبور نیستیم انجام بدیم این رو. سو بنابراین توی حلاخا در جزئیات شاید نره، امکان داره که خودشو گول بزنه بگه کار درستی ولی کار غلطی هست. الکه نیمست سکانات اتسوما، میگه خطرش خیلی بزرگه که هر بدواریم تو بمیو خلایت لرخ کیلو هم رایم. خیلی چیزا هست که غریزه بعد آدم میگه این کارو نکن بده ولی واقعا خوبه، و هر به خطا هم لکار کیلو میتسود که دورت، خیلی چیز هم گناه ولی بهش گولش میزنه میگه میتسو هست. سو میگم این زنم کلی صحبت میکنه بذاشتیم به جزئیات چه میرسیم. او به امت میگه حقیقتا شده یو خلیش لطسیق به میشکن از هیچ کس، آدمیزاد نمیتونه موفق باشه که میدونی پرهیزکاریش هم درست باشه الا بیشلوش رو دواریم. بعد سه تا چیز رو در نظر بگیره، very very difficult things. شیه لیبو یا شار شبلوا، میگه اولا باید قلبش کاملا پاک باشه. چی میگم به زبون سر چالی، شیل پیله توی قلبش باشه، it's such expression. میگه شیشه خورده در داخل قلبش نباشه، to be very straight، واقعا پاک باشه قلبش. منظور چیه پاک بودن قلب؟ شلوتی پنیات و الا لسود نخد رو اخلافان بیدوارد، میگه تنها هدفی که من اینجا هستم اینه که خواست خدا رو انجام بدم. در هست تو بیز اینتنشن، این دقیقه که میاد خودش رو داخل میکنه فوگره دیگه، آدم خاصی نیست. اگه نگاه میکنه که چی گیره من میاد نه به خاطر خواست خدا، موقع بعضی وقتا منحرف میشه. ولو زولت ذکلن، این نکته اول. میگه بشیه معین المس آف ایون گادول، میگه همینطور قبل از اینکه کاری رو انجام بده چندین دفعه فکر بکنه که این کار درست است یا نه. و اشتر دل تک نامل پیه تخلیت از به این معنی وقتی میخواد کار رو انجام بده فکر بکنه آیا من دارم این رو برای رضایت خدا انجام میدم یا به خاطر اینکه چیزی از مردم یا از کسای دیگه گیرم میاد. سو قبل از اینکه عمل رو انجام بده فکرام باید بکنه. سو تو ثینگز هی هاز تو دو ایت، که میخواد خدا رو راضی بکنه قبل از اینکه عملی رو انجام بده، هاز تو ثینگ که واقعا هدف من چیه، برای بزرگ کردن خودمه یا خواست خدا. میگه بعد از همینا موفق نخواهد بود، بعد به خدا تفیلا بخونه که خدا کمکش کنه. نو نو ایز نات پسیمیستیک. شما میگی باید اول اینترسن خوب داشته باشه، باید هیچ خودش برای گین خودش نباشه، بازه اصلا فیلیره. نو نو ایدن ایس ایز فیلیر، باید به خودت آخرام درست نمیشه. نو نو مگه اینه که دیز ثرد وان ثرد کندیشن. میگه اصلا اشتباه میکنی. نو 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 نزاشتین هم بگم وخر کلزود یه مشلی خیاب علشه، میگه همه یه باره تو یه شونه خدا بنداز بگو خدا بیا به کمکم. That's what he says. نمیگه امیده نیست. نو 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 اتفاقا وقتی از خودمون بریم بیرون we become bigger. That's it. میگه شاز یا مربو اینه که در تهیلی میگه اش آدم از لواخ
میگه خوشا به حال کسی که قدرتشو به تو میذاره، میگه مسیل و بیلوام، یعنی قلبشون درسته، در راه صاف است. لویم نتوب لهول خیم بتامیم، میگه کسی که واقعا با قلب پاک در جلوی خدا میره، خداوند هیچ خوبی رو ازش دور نمیکنه. سو این سه تا چیز رو میخواد. بعد واقعا هدف این باشه که خدا رو راضی بکنه، قبل از اینکه عملو انجام بده فکر بکنه برای خواست خدا است یا چیزی که گین میکنه، بعد از اونم تفیرا بگه خداوند تو خودت کمکم بکن که کار درست انجام بدم. میگه این میخواد مینتان مارد یخسر لو، اینجا پسیمیستیک میشه. اگر یکی از این سه تا شرط نباشه لو یگیر لشلیم بود، اون موقع این کار رو انجام نمیده، یعنی واقعا 100% خالص نخواهد بود. و کارو لیکاشل و لیپور، من امکان داره که لغزش هم پیدا بکنه. این سه تا چیز چی هست؟ داین او این کوان و لوتی مفخرت به زکا، اگر نیتش نیست که خدا رو راضی بکنه، کاملا خالص نیست، هی ویل فیل. و این میر ترشل مینا ایون به مشو خل عین، یا تنبلی بکنه، فکر نمیکنه که عاقبت این عمل چی خواهد بود، آیا به خاطر خود است یا نه. و این اخر کوزل و ایتل بیتخونه بکنه، اگرم اعتمادش فقط به خود باشه، توکل به خدا نکنه، کاشلو شلوی پر موقع خیلی سخته که لغزشی پیدا نکنه. اخیم شلاشتا میشمو کراوی، اگر سه تا چیز رو نگه داره، رایت که الان گفتیم، تمیموت هم اخشابا، که اولا نیتش این باشه که به خاطر خدا انجام میده، کمپلیت. ایون و همینطور اعمالش رو نگاه میکنه که برای خواست خدا است یا نه. او بیتاخون و توکل به خدا، از یه لخ به تخمه امد ولو یه اون ولو کل را هیچ بدی برای شخ نمیده، موفق خواهد بود در عبادت خدا. هو ادا و شام را خنا به نبوات ها. ما پیدا میکنیم وقتی راجع آدم پریزکار صحبت میکنه، داره تو اکسپریشنز، یکی رو خنا میگه، مادر شمول هنوی، دیگری هم داوید هملخ، در اونجا میگه رگل خسیدا و یشمول، میگه خداوند نگهداری میکنه از پای، یعنی from the paths، راه خسیدیم یا که توی گناه نیفتن. داوید هملخ جور دیگه میگه، میگه لویه از و بد خسید، خدا ترک نمیکنه آدم های خسید خودش رو، پرهیزکار رو، لعولم نشما رو، تو ابد ازشون مراقبت میشه. سو این ستا رو باید داشته باشیم. به این امیدشون سعی میکنیم که یکی از مثالاش رو با هم دیگه برخواه بکنیم. بریم به important thing، به این مشه ساریخ لابین هو که این لادون دیبر خسید المرین ریشون، میگه زمانی که کسی میخواد پرهیزکار باشه بیشتر از چیزی که حلا خزش میخواد، میگه به چهره اول اون عمل نگاه نکنه. الا تاریخ لین رود بونن ادهه خان تولادود مجس مگیود، بعد فکر بکنه که سمرش چیه، آیا ضرری بیرون از این عمل میزنه یا نه. کلپامی هم مست به اسم ایرای تو، میگه بعضی وقتا خود عمل خوب هست، اولفی شد تولادود راد، ولی سمرش بد در میاد، یتخیب لحنی خوب، این کار خوب رو انجام نده. و لو یسه تو اگر انجام بده یه خود بلخواستید، اون موقع گناهکار آدم پریزکاری نیست. این خیلی الان گنگ صحبت کرد، امیدشم دو تا مثال میکشن امروز با هم دیگه یاد میگیریم. این مس گدل یا بنخی کام گالو لینن، اون که روز بعد از روششانه ما یه تنیت میگیم به اسم توم گدل یا تنیت گدل یا، این گدل یا اسمش بود گدل یا بنخی کام، بابا زستوری که ما تنیت رو میگیریم. ببینی بعد از اینکه نبوخذنصر بیت المقدس رو خراب کرد، سو اکثر جماعت اسرائیل بزرگان و تلمید خخامیم رو توی بابل برد، همه ثروتمندان برد توی بابل که اسرائیل دیگه قدرتمند نشه، زیر بدبخت بمونن. همه آدم های فقیر و بیچاره توی اسرائیل نگر داشت. اون موقع کسی رو رهبر میکنه به اسم اخیکام، بخشین گدلیا بن اخیکام، که بیاد از برای حوز لکت گاورنر که از مردم نگهداری بکنه. بیچارهایم که توی اسرائیل مونده بودن. برای بیچاره اسرائیل. سو انیویز واقعا آدم خیلی خوبی بود، مقدار اکانومی رو بهتر میکنه، تکر میکنه از مردم. بعد یکی از پادشاهای البته ملت‌ها دیگه بود که میخواست اسرائیل رو نابودتر بکنه، یه نفر میفرسته به اسم یشمائل بن نتانیا، میگه برو کاری بکن که گدلیا رو بکشیم. موقع زمانی که کشته بشه میخواست رخنه بکنه اونجا رو بگیره و روید باز. سو موقع یکی از دوستا بود بزنان، یکی از آدما بود به اسم خودش نپاسده بود که اینا رو گاورن بکنه، نبوخذنصر فرستاد یه کشور دیگه، was another country، که با بابل دشمن بود. یکی از دوستای گدل یا شخص به اسم یوخانان بن کاریخ میاد میگه ببین من شنیدم که یشمال بن نتن میخواد تو رو بکشه. میگه لاشونها رو نگو، اون هیره چرند میگی، مگه میشه حساب دیستا دیگر رو بکشه. اتفاقا نشسته بود وسط سعودا بود، بعضی میگن وسط روششانه بوده، حتی ما که تنیتشو بعد از روششانه میگیریم چون روز روششانه اصول تنیت گرفتن، بعضی میگن نه فردا روششانه رو خود وسط غذا بود، یه دفعه نیشمان میاد اینو میکشه، چند نفر دیگه هم میکشه.
اون باید نبوخذنصر فکر میکنه که جماعت اسرائیل بر ضد اون شورش کردن، گفتن ما حاکم تو رو نمیخوایم، حاکم خودمون رو میخوایم. دو مرتبه حمله میکنه، ده ها هزار یهودی رو دو مرتبه میکشه. نوادی ریدوران آدم خیلی خاصی بود. اینجا چی توضیح میده؟ شمیپنه رو خسیدوت رو میگیم بیش از حد میدونی توی خسیدوت نعیف بود. شلولادون ریشمان ده کف خوب گفت من نمیخوام بعد یک فرد عیسی رو بشنوم که بگی ایشمان میخواد بیاد منو بکشه. او شلول کب لاشونها رو، یعنی که گفت من نمیخوام لاشونها رو بشنوم. اما یوخان بن کاریخ به دوستش یوخانان گفت شکر اتا دوبر ریشمان، میگه دروغ میگی در مورد ایشمان، اینجا نمیاد منو بکشه. اومد گاریم باعث چی شد؟ گارم شمه تو به نیف زوی اسرائیل، اولا گدالیا کشته شد، خیلی از اسرائیل کشته شدن و اگر نبوخذنصر یک لشکر دیگر رو کشید که همه فرار کردن از اسرائیل رفتن بیرون و خیلی هم کشته شدن. میگه به کاوا گخلتام هنیش آرام، میگه اون یک ذره آتشی هم که از جماعت اسرائیل باقی مونده بود اونم از بین رفت. او کواریخ سکات و والاف و در خود ناوی میگه هریگت اناش مشنرگو کیلو هراغم هو. در ناوی نمیگه یشمعل قاتل بود، میگه کسی که مسئول قتل بوده گدالیا بود که لاشون ها رو قبول نکرد. الان میرسیم بهش. او که میمارم زخونه برا خود در گمارا میگه یک پاسوکی هست که میگه ادکل پیگر ناشیم، میگه تموم جسد ها آدم هایی که کشته شدن اشهی که به ید گدالیا، که گدالیا اینها رو کشت. گدالیا بیچاره کسی رو نکشته بود، اصلا نمیخواست لاشون ها رو بشنوه، یشمعل بود که کشت اینها رو. میگه ولی چون لاشون ها رو قبول نکرد، مینی بیش از حد پرهیزکار بود، قتل به خاطر اونه. اینجا مفارشین سوال میکنن خب من لاشون رو قبول بکنم یا نکنم، what am I supposed to do؟ ببینید زمانی که کسی میاد چرتوپر راجب نفر سوم میگه که اصلا ربطی به من نداره و که اصلا قبولش نکنه، I don't want to hear it. ولی اینجا زمانی که میاد میگه ربا یا فلانی جون تو در خطره، you gotta be careful، سو موقع من نمیتونم باورش بکنم، I can't believe it 100%. اگر بکنم شاید لاشون هارا باشه، ولی در گمارا میگه I have to be careful که مواظب خودم باشم. اگر حرف رو 100% قبول بکنم اون موقع لاشون هارا حساب میشه، اگر فقط مشکوکم I don't believe it تا اینکه ثابت بشه به من، ولی I should take the precautions. این اشتباه گدالیا بود که اصلا حرف رو قبول نکرد. سو از یک طرف خیلی آدم مقدسی بود، واسه وی هولی من گفت نمیخوام بدی شما رو بشنوم، نمیخوام لاشون هارا بشنوم، ولی باعث مرگ این همه آدم شد. The navy trick. So we have to know. باید بدونیم دقیقاً چه موقعی آدم باید پرهیزکار باشه. بفهمید. وقت داریم این سوال